کتاب مراکز علمی و مؤسسات آموزشی شیعه در ایران و عراق تا پایان قرن پنجم هجری اثر قدرت الله گراوند به همت پژوهش کرده تاریخ و سیره اهل بیت علیه السلام در 358 صفحه منتشر شد شناخت تاریخ تعلیم و تربیت شیعه امامیه از موضوعاتی است که به دلیل شناخت بیشتر مراکز علمی و مؤسسات آموزش شیعیان اثنا عشری و چگونگی فعالیت علمی و آموزشی پیروان این مذهب که همواره در زمان و مکان مورد نظر پژوهش در محدودیت بودند اهمیت به سزایی دارد پژوهش حاضر با نگاهی به چگونگی نفوذ و گسترش تشیع در مناطق گوناگون و عوامل مؤثر بر آنها فعالیت های آموزشی مؤسسات و مراکز علمی شیعیان را بررسی کرده است نویسنده ضبن تبیین جایگاه تشیع در مناطق مختلف ایران و عراق مراکز علمی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی این مناطق را شناسایی کرده و نقش آلمان، دانشمندان، حاکمان، وزیران و امیران شیعه را در این توسعه علمی تبیین کرده است. این پژوهش به فعالیت‌های علمی شیعیان امامیه از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری می‌پردازد و گسترده علمی این پژوهش ایران و عراق است. در این پژوهش از شیعه اثنا عشریه به اصطلاح امامیه نیز پرداخته می شود و منظور از امامیه در این پژوهش آن گروه از شیعیان هستند که از خط امامت جدا نشدهاند و قائل به امامت امامان اسنا اشریه علیهم السلام شدند.